واکنش جو بایدن به پیوستن فنلاند و سوئد به ناتو. در ادامه واکنش ها پس از ارائه درخواست عضویت فنلاند و سوئد در سازمان آتلانتیک شمالی ناتو که با استقبال آلمان و دیگر اعضای اروپایی و مخالفت ترکیه همراه بود، کاخ سفید اعلام کرد که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا قویاً از نامزدی تاریخی فنلاند و سوئد برای عضویت در ناتو استقبال و پشتیبانی می‌کند. کاخ سفید در بیانیه 28 اردیبهشت خود در اشاره به تهدیدات روسیه توضیح داد که ایالات متحده تا بررسی درخواست عضویت فنلاند و سوئد در ناتو با این دو کشور در راستای آمادگی برای مقابله با هر گونه تهدید علیه امنیت مشترک و هر گونه تجاوز یا تهدید به تجاوز همکاری می‌کند. کاخ سفید همچنین به نقل از بایدن گفت که این اقدام استراتژی دفاعی ناتو را تقویت خواهد کرد و دولت او چشم به راه همکاری با کنگره و متحدان در ناتو برای تسریع در روند این عضویت است. کاخ سفید افزود که ناتو مهمترین ضامن امنیت برای 1 میلیارد نفر در اروپا و آمریکای شمالی است. در همین راستا جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا در یک کنفرانس خبری گفت که عضویت فنلاند و سوئد به تقویت پیمان آتلانتیک شمالی خواهد انجامید. او ضمن تاکید اینکه آمریکا موضع محتاطانه ترکیه در قبال پیوستن این دو کشور به ناتو را در نظر می‌گیرد، ابراز اطمینان کرد که ترکیه با این درخواست عضویت‌ها موافقت خواهد کرد. جیک سالیوان همچنین تاکید کرد که آمریکا تهاجم به سوئد و فنلاند همزمان با روند پیوستن آنها به ناتو را نمی‌پذیرد. او افزود که تیم امنیتی ملی آمریکا به این اجماع رسیده که از پیوستن سوئد و فنلاند به ناتو حمایت شود. مشاور امنیت ملی آمریکا در بخش دیگری از اظهارات مطبوعاتی خود پیش بینی کرد که کره شمالی ماه ژوئن آینده همزمان با سفر جو بایدن به منطقه آسیا آزمایش‌های موشکی یا هسته‌ای انجام دهد. شروع تحویل سامانه‌های دفاع موشکی اسپانسد به ارتش روسیه. یوری بوریسوف معاون نخست وزیر روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد تحویل سامانه دفاع موشکی اسپانسد به ارتش این کشور آغاز شده است. بوریسوف گفت امروز ارتش تحویل سامانه تسلیحاتی اسپانسد که در واقع ترکیبی از کارکردهای دفاع ضد هوایی و ضد موشکی است را آغاز کرد. این مقام روس گفت سامانه اسپانسد نیز مانند دیگر سامانه‌های موشکی روسی جای خود را در بازار جهانی پیدا خواهد کرد و مثل کیک داغ فروش خواهد رفت. بوریسوف افزود روسیه سردمداری بیچون و چرا در عرصه بازار جهانی تسلیحات به ویژه تسلیحات دارای این نوع از مشخصات فنی است. پیش از این نیز تاس به نقل از یک فرد مطلع نزدیک به وزارت دفاع روسیه اعلام کرده بود سامانه دفاع هوایی S-550 مرحله آزمایشی را با موفقیت پشت سر گذاشت. اولین تیپ S-550 وارد مرحله رزمی شد. طبق گمان زنی رسانه ها احتمالاً هند که به تازگی سامانه های دفاع موشکی S-400 را از روسیه خریداری کرده، یکی از مشتریان S-500 و یا حتی S-550 خواهد بود. از زمان شروع درگیری ها در اوکراین، کشورهای غربی به هند فشار آوردند تا همکاری های نظامی و تسلیحاتی خود با روسیه را متوقف کند. دیمیتری شوگایف، مدیر سرویس فدرال همکاری های نظامی و فنی روسیه، نیز درباره S-500 پیشتر گفته است از نظر ما هند و چین و تمام کشورهایی که با آنها شرکت طولانی مدت داریم و همکاری های دو جانبه بین ما قابل پیش بینی است، صاحبان آتی این سامانه های پیشرفته خواهند بود. یک سلاح مخفی روسیه رو شد. استفاده از نسل جدید سلاح‌های لیزری در اوکراین. در بحبوحه موج ارسال تسلیحات نظامی از سوی کشورهای عضو ناتو به اوکراین برای مقابله با تهاجم نظامی روسیه، مقامات مسکو اما از استفاده شدن نسل جدید سلاح‌های لیزری این کشور در اوکراین خبر دادند. یوری بوریسوف، معاون نخست وزیر روسیه، بامداد پنجشنبه اعلام کرد نیروهای این کشور از نسل جدیدی از سلاح‌های لیزری قدرتمند در اوکراین برای سوزاندن هواپیماهای بدون سرنشین استفاده می‌کنند و برخی از تسلیحات مخفی مسکو را برای مقابله با سیل تسلیحات غربی که به همسایه شوروی سابق خود عرضه می‌شود به کار می‌گیرد. به نوشته خبرگزاری رویترز، اطلاعات کمی در مورد ویژگی‌های سلاح‌های لیزری جدید به نام پرسوت وجود دارد که به نام راهب جنگجوی ارتدوکس قرون وسطایی الکساندر پرسوت که در نبرد کشته شد نامگذاری شده است. بوریسوف توضیح داد که سلاح پرسوت در حال حاضر به طور گسترده در حال استقرار است و می‌تواند ماهواره‌ها را تا ارتفاع 1500 کیلومتری زمین کور کند. بر اساس این گزارش وی اظهار داشت که هم‌اکنون سامانه‌های لیزری روسیه قدرتمندتری نسبت به پرسوت وجود دارد که می‌توانند پهپادها و سایر تجهیزات را بسوزانند.
به نوشته رویترز، معاون نخست وزیر روسیه در امور نظامی به آزمایشی در روز سه‌شنبه اشاره کرد که به گفته او یک پهپاد را در فاصله 5 کیلومتری در عرض 5 ثانیه سوزاند. بوریسوف در مصاحبه تلویزیونی تصریح کرد اگر پرسود تجهیزاتی نظارتی را کور می‌کند، نسل جدید سلاح‌های لیزری منجر به تخریب فیزیکی هدف می‌شود و همچنین تخریب حرارتی که در نتیجه آنها می‌سوزند. وی در پاسخ به این سوال که آیا از چنین سلاح‌هایی در اوکراین استفاده می‌شود یا خیر گفت بله، اولین نمونه‌های اولیه در حال حاضر در آنجا مورد استفاده قرار می‌گیرند. بر اساس این گزارش، معاون نخست وزیر روسیه نام سلاح لیزری جدیدی را که در اوکراین آزمایش شده زادی را عنوان کرد. به نوشته رویترز، تقریباً هیچ چیز در مورد زادی را به طور عمومی شناخته نشده است. اما در سال 2017، رسانه‌های روسی گفتند که شرکت اتمی دولت روسیه روس اتم به توسعه آن سلاح به عنوان بخشی از برنامه‌ای برای ایجاد اصول فیزیکی جدید مبتنی بر تسلیحات کمک می‌کند. اظهارات بوریسوف نشان می‌دهد که روسیه در زمینه سلاح لیزری پیشرفت قابل توجهی داشته است، روندی که مورد توجه قدرت‌های اتمی دیگر مانند آمریکا و چین است. او همچنین گفت که نسل جدیدی از سلاح‌های لیزری با استفاده از موج الکترومغناطیسی گسترده در نهایت جایگزین سلاح‌های معمولی خواهد شد. ممنون که تا پایان با ما همراه بودید. جهت آگاهی از مهمترین رویدادهای ایران و جهان، کانال ما رو در زیر همین ویدیو سابسکرایب و زنگوله اون رو فعال کنید. وقتتون خوش و خدا نگهدار.